حال معرفی مختصری از آقای دکتر بهرام گرامی میکنم. دکتر بهرام گرامی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود تهران به پایان رسانیدند. لیسانس مهندسی کشاورزی را از دانشگاه تهران، فوق لیسانس در اصلاح نباتات و بیماری های گیاهی را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکترا در ژنتیک و علوم گیاهی را از دانشگاه منیتوبا در کانادا دریافت کردند. ایشان با سمت کارشناس و محقق در سازمان تحقیقات کشاورزی ایران به مدت 3 سال و با سمت استادیار در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 6 سال خدمت کردند. تنظیم و ویرایش خلاصه نتایج تحقیقات کشاورزی در ایران از آغاز تا 1365 در 5 جلد و نیز گردآوری و تدوین فهرست پایان‌نامه ها، مقاله ها، نشریه ها و کتاب های دانشگاه های کشاورزی ایران از بعد به تأسیس تا سال 1360 از فعالیت های غیر آموزشی ایشان در ایران بوده است. ایشان در سال 1364 با آمریکا عزیمت نمودند و در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس به تحقیق پرداختند و سپس در 2 انجمن علمی شیمی غلات و بیماری های گیاهی در آمریکا به عنوان ویراستار علمی خدمت کردند. دکتر گرامی به عنوان استاد در هنگ کنگ، بحرین و چین تدریس و ده‌ها مقاله به انگلیسی و فارسی به رشته تحریر درآوردند. سنگ و گوهر در 1000 سال شعر فارسی با تشبیهات و استعارات و گیاهان در قرآن با مقدمه بهاءالدین خرمشاهی از تألیفات اخیر ایشان است. ایشان هم اکنون ویراستار مشاور دانشنامه ایرانیکا در حوزه گل و گیاه می باشد. پس از انتشار کتاب گل و گیاه ایشان در آلمان، انگلستان، چین، فرانسه، قطر، کانادا و بسیاری از شهرهای ایران و آمریکا در زمینه گل و گیاه در شعر فارسی سخنرانی نمودند. دکتر بهرام گرامی امشب درباره گز خونسار یا شهد پارسی صحبت می‌فرمایند. این چهارمین بار است که ما افتخار میزبانی آقای دکتر بهرام گرامی، دانشمند گرامی رو داریم و امیدواریم دفعه پنجم درباره گل و گیاه در قرآن مجید صحبت بفرمایید. ضمناً میخواستم که این کتاب ایشون رو که واقعا هر کسی باید این کتاب رو داشته باشه، کتاب گل و گیاه، ببخشید چون من پشتم یک صحنه هست این کتاب خوب نشون نمیده، کتاب گل و گیاه مال آقای دکتر بهرام گرامی، گل و گیاه و در 1000 سال شعر فارسی که با مقدمه استاد ایرج افشار. از طرف کمیته فرهنگی و کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا از شما سپاسگزاریم که دعوت ما را قبول فرمودید. باعث افتخار ماست که بار دیگر از سخنان دانشمندانه و محققانه و جالب شما بهره ببریم. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر، ما سراپا گوش هستیم. سلام به همه حاضران و ممنون خانم دکتر وزگر. من همچین معرفی نامه ای نفرستاده بودم، این از قبل من خودم دریافت، من خودم این رو پیدا کردم. بله، برای دوستان فکر نکنن من درباره خودم چنین شرح کشافی میدم. فکر بکنن آقای دکتر، بالاخره هر کسی یک زندگی نامه داره و این زندگی نامه همراهشه، حالا چه خودتون رفرسین چه من اینو خودم از توی اینترنت. تمام لطف و محبت شما هست. فقط اینو عرض میکنم که همراه با عنوان سخنرانی و با هم تماس داشتیم در مورد فلایر، من یک پاراگراف و نصفی فرستاده بودم که اونو فقط، اونم برای خالی نبودن عریضه، لطف کردید حالا این شرح و تفسیر رو من نیازی نبود. خیلی ممنون از محبتتون. اجازه بفرمایید اسکرین بکنم که بتوانم از ما خدمت مبارکتون که من همونطور که اشاره فرمودید عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم درست از آغاز انقلاب، یعنی 2 ماه بعد از انقلاب
تا وقتی که آمدم به امریکا، این دانشگاه صنعتی اصفهان فرق داره با دانشگاه اصفهان ها. این همون دانشگاه صنعتی آریامهر هست که قرار بود بره کلا اصفهان و بعد دیگه در تهران مون به نام شریف و اونم که در اصفهان برقرار شد. به اقتضای محل کاری من، خدمتی من در دانشگاه کشاورزی خیلی مرسوم هست که افراد به محصولات و به گیاهان منطقه توجه خاص میکنن. من در یه جلسه شرکت کردم، همون روزهای اولی که رفتم اونجا میخواستن یه تحقیق کلی درباره گزنگیبین بکنن، کسی هم چیزی نمیدونست. من قرار شد که یه بررسی اجمالی بکنم، علاقه من شما، رفتم جلو رفتم جلو تا امروز که در خدمتون هستم و این موضوع در واقع یه نوعی سیگنچر من شده. حالا به این معنی که اولا که این به تفصیل در ایران در دانشنامه ایرانیکا آمده. در دانشنامه شما اطلاع دارید که میلیمتر میلیمتر دکتر یاشاتر جا میداد، ولی این 3.5 صفحه به این موضوع اختصاص داده شده. 3.5 صفحه بزرگ که 2 صفحه 4 تا عکس است که در همین گفتار من خدمت شما ارائه میدم، اونا رو خودم گرفتم. و دلیل اینکه مورد توجه قرار گرفته این هستش که همگان، من تاکید میکنم همگان، کاری به دکتر گیاهشناسی و کشاورز و متخصص نداره، همه کسان خیال میکردن همیشه که این گزنگبین برآورده گیاهی هست، از روی گیاه جمع آوری میشه اینها، و اون چیزی که سبب میشه این گفتار رو به قدری متفاوت و جالب بکنه این هستش که گزنگبین فرآورده گیاهی نیست مطلقا. و باید اینو اذعان بکنم که در این مورد خیلی صحبت ها کردم، خیلی جا بودم، خیلی جا چاپ کردم. مثلا 21 سال 22 سال قبل اول از ایرانیکا شروع کنم که در سال 1998 هم ایرانیکا چاپ کرد، 26 سال قبل هم اکانومیک باتانی، اکانومیک باتانی ارگان رسمی باغ گیاهشناسی نیویورک است، و بعدم رهاورد و مجله بخارا و جاهای دیگه بوده. بس این دیگه 20 سالی که این کار به اصطلاح این موضوع در توی کارنامه من هست. خدمتون که عرض بکنم، من یه توضیح اینجا الان میخوام بدم که چرا میگم the man of Persia. این منا رو میخوام چند دقیقه وقت صرف بکنم. و بیشتر کشورها، بیشتر مناطق، یا روی داستانهای اساطیری که دارن یا روی داستانهای دینی که دارن، یه نوع منا دارن. من یادم هست همون موقعی که میخواستم برای ایرانیکا این مقاله رو بنویسم، یک کتاب خیلی نازک کمبرگی در هلند چاپ شده بود، روی جلدش نشود منا و 1100 تا رفرنس داشت، یعنی یه ذره اون بالاش مطلب نوشته بود، بقیه زیرش همش رفرنس ها و توضیحات بودن. و من موقع متوجه شدم که خیلی جاها منا دارن، گفتم که حالا نشون میدیم که چرا من این گز خونسار رو منای ایران قرار دادم در خدمت شما. یه مقدار زمینه دینی، من با وجود که اطلاعات دینی بسیار کم، نزدیک به صفر، البته سرکار خانم لطف فرمودن گفتم باید به درباره گیاهان قرآن صحبت بکنید، من گمان نمی کنم اون مناسب یا در خور سخنرانی باشه، چشم اگر امر می‌فرمایید اطاعت می‌کنم، ولی اون حال هوای دیگری داره. بس بس من اینجا شروع میکنم به این که باز من نگاه میکنم میدم اینجا من اسامی اومده جلو، مجبورم یه جا به جا بکنم اسامی رو. بس بس در تورات و قرآن این مطلب آمده که مائده آسمانی، کلمه مائده یعنی سفره، ولی بیشتر اشاره به نعمات الهی است. مائده آسمانی از سوی خداوند برای بنی اسرائیل در بیابان نازل میشه، در هر دو کتاب هست. این آیه قرآن به این دلیل من آوردم که کلمه من توش از 3 حرفه در واقع، چون اون نونش تکدید داره، من میگه ونزلنا علیکم من و سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، معنیش معلومه، میگه من و سلوا رو بر شما نازل کردیم در تو بیابان برای قوم بنی اسرائیل، بخورید از پاکیزه ها آنچه روزی شما هست. ما اینجا با کلمه من فقط سر کار داریم و سلوا هم ناگزیرم بگم سلوا رو ترجمه کردن در همه کتاب های در فارسی به بلدرچین، نام یه مرغی هستش، و انگلیسی هم نگاه کردم باز ترجمه کردم به کوئیل، QUAIL، که باز نام مرغی هست. حالا اگر از کسانی که متدین و باورمند هستن بپرسیم خب این سلوا، این مرغ زنده بوده مرده بوده، اگر زنده بوده که میپیده، اگر مرده بوده بال و پر داشتن یا نداشتن، در تفسیرهایی که من دیدم در قم در جاهای دیگه نوشتن مرغ پخته بوده که از آسمان به زمین می آمده. ما به قسمت سلواش کاری نداریم، ولی من نشه صحبت میکنیم. از تورات هم شروع میکنیم. در زبان عبری منهو
یعنی اون چیه؟ What's that؟ اون چیه؟ این منحوس اون چیه همون موقعی بوده که این قوم این رو تو بیابان میبینن به هم اشاره میکردن، انگلیسیش منا هست و فرانسش من هست. این کلمه من انقدر در توی نوشته های علمی و فارسی ما راه باز کرده که من مقاله دیدم از انتشارات دانشگاه تهران به فارسی، بلاش شد مانهای ایران به فارسی، می مؤلف و نون، اشارش به مثلا ترنجبین و شیرخشت و این مواد نسبتا قندی که از گیاهان به دست میادش. بعد اینجا حالا من به استناد چند تا مأخذ میخوام من رو به اصطلاح جا بندازم که این کلمه چجوری هست، از کجا اومده. من ماده آبکی است که روی بعضی درخت ها شکرک میبندد، مانند گزنگبین. این تفسیری است که آیت الله طالقانی توی اون پرتوی از گرگان قرآن که تفسیر از قرآن هست که کرده، ایشون نوشته. یعنی اولین کسی هست من دیدم گزنگبین رو یه جوری متصلش کرده به این کلمه من. در لغتنامه خدا من و گزنگبین برابر هم آمدن، دوتاش مساوی هستن. در فرهنگ لغات عربی نوشته شده که من چیزی است که بر طریق شبنم از هوا یا آسمان بر درخت فرود می آید و همچون انگبین طعم آن شیرین باشد و همچون شگر منعقد گردد. میبینید که همش صحبت گیاهه، حالا از اون گیاه جمع میشه، رو گیاه شکلک منده اینها. ولی تنها موردی که میبینید اینجا من آوردم در رابطه با حشره، این دایت معرف بریتانیکاست. من میگه قسمی ماده خوراکی سفید رنگ و اصل مانند که مستقیما توسط حشره یا به کمک حشره تولید میشه. به کمک حشره یعنی مثلا حشره نیش میزنه، زخم میکنه، از محل اون در میاد، یه مقداری برای خروج اون ماده حشره کمک میکنه، و یا اینکه مستقیما از خود حشره تولید میشه. من یه کمی میپردازم به این، میخوام این کلمه منا رو جا بندازم. ببینید اون منا که اون بالا و جاها گفتیم که کلمه عربی رو اونجور معنی کردن، بعد توی دارت مارو به زبان انگلیسی منا رو شبیه به همون معنی کرده. مثلا در اشعار ما مثلا 900 سال پیش شاعران ما گفتن لطف لفظت کی شناسد مرد ژاژ و تره. مرد ژاژ و تره ها یعنی کسی که بیهوده گو هست، ژاژخایی میکنه. میگه اون لطافت کلام و کلام خوب تو رو از کجا میتونه بفهمه یه همچون آدمی؟ من و سلوا را چه داند مرد سیر و گندنا. میگه آدمی که سیر، آخه باز این سیر و گندنا مربوط میشه باز به تورات و قرآن که من نمیخوام واردش بشم، که سیر و پیاز و عدس و اینها برای قومی فرستاده میشه. یا در بیت دیگر میگوید به کین و مهر تو اندر نهاد دست زمان. این مدح پادشاه در واقع، یکی مرارت حنظل یکی حلاوت من. این حنظل که میدونید ماده بسیار، یعنی گیاه بسیار تلخی است، اسم دیگرش از هندوانه ابوجهل، که میگه وقتی کینه داشته باشی نسبت به نفر مثل حنظل تلخه و مهر و محبت تو مثل من شیرین. میرم سراغ خود. من یه نکته اینجا باید بگم که چون دوستانی اشاره کردن به این موضوع، این کلمه خونسار هست. حتما خون که خب یعنی خون میدونیم، سار پسوند مکان هست، مثل چشم سار، کوه سار، گرم سار. خونسار یعنی جایی که حالا خون ریخته شده، دعوا شده، هرچی شده. یه نکته که بعد من روی موضوع حساس بودم، مقداری کار کردم، در حدود 100-150 سال گذشته کسانی که اهل خونسار هستن، یکی از شخصیت های بسیار معروفشون آیت الله خونساری هست که آیت الله تراز اول مرجع تقلید بوده قبل از انقلاب در دهه مثلا 30 و 40 به خصوص، ایشون میگفت آیت الله خانساری. حتی قائم مقام وزارت امور خارجه معاون آقای اردشیر زاهدی به نام آقای خانساری بود. دلیلش چیه؟ کلمه خانسار وقتی الف اونجا میذاری، خانسار یعنی خانسالار، خانسالار یعنی کسی که سفره چیه، یعنی کسی که سفره پهن میکنه، مردم رو اطعام میکنه. یعنی آدم باید خیلی هم دولتمند باشه، هم بزرگ خانواده و ایلی باشه که بتونه سفره بده. بنابراین همه اینها من ندیدم، ولی اطمینان دارم که تا قبل از 150 سال پیش حتما همه نامشون خونساری بوده و بعد این گرایش پیدا شده که الان هر کسی که اهل
خونسار هست میگه من اهل خانسارم و شناسنامه همه الف داره. بگذاریم. عرض کنم این گیاهی که دربارش امشب صحبت میکنیم، البته گفتم که زنگبین فراورده جانور هست ولی روی این گیاه کار میکنه، بهش میگن گون گزی. گون ها انواع زیاد دارن، اسم علمیش هست استراگلوس، داره ما به اون کاری نداریم. من یه کتاب امریکن استراگلوس هستش که 400 نوع استراگلوس در امریکا هست فقط. گون ها همین سرانگشتی بخوایم بگیم گیاهان خارداری هستن که در بیابان کبیر هستن. این بوتهایی که چهارشنبه سوری میسوزونیم بیشترش گونه. حتی مثلا اون که کتیرا میگیرن بهش میگن کتیرا، خودش گیاه کتیرا یه نوع گونه که از ریشش از صادرات خیلی عمده فارس بوده به خارج از کشور. این شعر شفیع کدکنی که میگه گون از نسیم پرسید به کجا چنین شتابان، گون اون گیاه خارداری که تو بیابونه که ساکن جاش اون بادی که رد میشه شتاب داره به جایی میره. این در واقع اینو معنی کردن که من از نسیم پرسید به کجا چنین شتابان، که بعدم میگه میده هرجه سلام منو برسون. این در واقع انگار حرف یه آدم ممنوع الخروج به یک آدم آزاد هست که بتونه مسافرت بکنه. این عکس رو همه من خودم گرفتم. ملاحظه میکنید در حدود 6 ماه بود که رفته بودم دانشگاه، من اون موقع در سال 79 اون چه عمری از ما گذشته، 44 سال پیش من عکس رو گرفتم. این یه بوتش هست، ارتفاعش کمه، شاید مثلا از زانو یه کمی بالاتر باشه، یه قیف وارونه است. من برمیگردم به این، من رو میخوام اینجا بیشتر گفته باشم. این شعر از انوری شاید در حدود مثلا 900 سال پیش بوده یا این حدودا، میگه زفر بخت تو، باز مته به سلطان یا حاکمه، زفر بخت تو از شکوه و شانس و بخت و اقبال تو، دائم به 6 نتیجه خوب ز بهر جشن تو، آبستن است 6 ممکن. این ممکن نیست، ممکنه. ببینید امکان فعلشه، ممکن فاعلشه، ممکن مفعوله، یعنی امکان برش واقع میشه. حالا این شیشتر رو ببینید چقدر صنعت شعر به کار برده. صدف به گوهر و نافع به مشک و، صدف به گوهر که معلومه صدف گوهر هست، اون مروارید هست، نافع به مشک و، یعنی اون قده زیر بدن آهو رو میگه، و نی به شکر، شجر به میوه و، خارا به زر و، خار به من. ببینید این شاعر 900 سال پیش، 850 سال پیش اشاره به این داشته که این گیاه خار داره ها. خارا به زر هم که منظورش اینه که طلا در معدن هستش. میگه این حالا برای جشن تو این 6 چیز آماده هستن. بیت زیرش باز به خار اشاره داره، میگه نه هر کرمه آرد ابریشم، نه از هر خاک خیزد زر، نه از هر نی بود شکر، نه در هر خار باشد من. که خب باز معنیش معلومه، همه بوتهای خاردار که ازشون من به دست میاد، هر نی هم مثلا نی که ساز بهش میزنن یا نی خیزران هست که اینا نشکر ندارن و الی آخر هر کرمی هم که پیله ابریشم نداره. شیرینی گز اصفهان، ما هیچ کاری به امکان به شیرینی گز که میخوریم نداریم، ولی برای اطلاع عرض میکنم که از نشاسته ساخته میشه و سفیده تخمون، ممکن مغز پسته داشته باشه، ممکن مغز بادام، آب و گلاب و گز خونسا، یعنی اون قسمت شیرینی. امروز حالا شما ناامید نباشید، امروز گزهایی که میپوشن مطلقا گز خونسا ندارن، نه اینکه کم دارن، مطلقا، یعنی اصلا صرف نمیکنه که توش بزنن به هر قیمتی بخوام بفروشن، مگر که البته یک کمی تولید میشه برای مقامات، برای اون موقع ها برای اشراف اینها برده میشده. اینها یک ماده سینتتیکی هست به نام بادکا، اونی که توی میزنن توش همون حالت کش اومدن و اون حالت گزنگبین رو داره، ولی خب گزنگبین نیست اون. و همین دیگه، حالا میریم جلو تا بقیهش رو ببینیم. اینو اضافه کنم که در گذشته، خیلی گذشته، مثلا شاید 80-100 سال پیش، 200 سال پیش، گز خیلی مرغوب که به اصطلاح گز درباری بود بهش میگفتن گز نیمانیم. گز نیمانیم که دیگه فقط توی کتاب میشه وصفش رو خوند، یعنی گزی که نصف شیرینیش از گز خونساره، نصفش از شکره. حالا نصف که هیچی، شاید 10% هم 20% هم برای اونایی که الان میبرن توش گز خونسار نباشه، برای ما مطلقا وجود نداره.
یه عکس دیگری هستش که منطقه نشون میده، شما اون گیاه رو از نزدیک کلوزآپ دیدید، این افراد نگاه میکنید میبینید که به اصطلاح مشغول گزتکانی هستن. حالا اگر گز باشه، در گذشته نه خیلی دور، مثلا شاید 10 15 سال قبل از انقلاب، از یک گزی که میتکوندن مثلا شاید 5 گرم 10 گرم از هر بوته به دست میومد. حالا ممکنه ده ها صدها بوته رو برن بتکونن، آخرش فقط 30 40 50 گرم هم به دست نیفته. حالا به دلایل مختلف این تولیدش کم شده، از بین رفته، مثل بقیه چیزها. این در دامنه های دوستان، این موضوع رو اطلاع دارم، حالا من تکرار میکنم، در دامنه های شمالی هست نه جنوبی. ببینید رشته کوههایی که شرقی غربی هستن، یه دامنه شمالی دارن یه دامنه جنوبی. دامنه شمالی خنکه. ببینید وقتی در آبلی میرن پیست اسکی، اون در دامنه شمالی اسکی میکنه. دامنه جنوبی اصلا ممکن روش برف هم نباشه، چون آفتاب عمودی میتابه. این گز در دامنه های شمالی هستش، اون طرفش که میرید بوته ها نیستن در اون طرف کوه که اینجا هست. خونسار در حدود، حالا اینجا اسلاید دارم نشون میدم، خونسار در حدود 150 کیلومتر با اصفهان فاصله داره به سمت غرب، به سمت غرب کشور. حالا خدمتتون عرض کنم، من در خور این هست که در حدود 7 8 دقیقه وقت صرف بکنم راجع به یک گزارش اینجا، که من اون گزارش رو عیناً دارم، یعنی عیناً فتوکپیش من دارم. این گزارش در 1819، یعنی الان میشه 205 سال قبل. اون موقع که من مقاله نوشتم میشد مثلا 180 سال قبلش. از روش میخونیم، فردریک نوشته: Remarks on the substance called guess or manna. ببینید اون موقع هم این نام منا رو روی این گذاشته. Found in Persia and Armenia. Transactions of Literary Society of Bombay. این همون کمپانی هند شرقی است که دوستان جایگاه سیاسیش کاملا میدونن. این فردریک یک افسر بوده و از انگلیس که میرفته به هند از ایران رد میشده، از اصفهان مسیرش بوده و با گز پذیرایی میشد در اونجا و همیشه خیلی هم دوست داشته. و اگر بخونی حال بقیه، من یه قسمت از مقالهشو که به دردم نمیخورده اینجا نیاوردم، خیلی یه جا تعریف میکنه خیلی قشنگ که میگه این گز رو فقط ایرانی ها میتونن بخورن، فکر نکنید شما میتونید بخورید. بعد تعریف میکنه میگه ببینید، حالا من دستم اینجوری میکنم، میگه این راجع به گز آردی صحبت میکنه ها، این که میدونید یه دایره است و قرص هستش اینجوری، نه به اصطلاح گز لقمه ای توی کاغذی. میگه این ایرانی ها این گز رو میزنن کف دستشون، یک کمی هم کف دستشون گود میکنن، یعنی کف دست نمیچسبونن این گز اینجوری، بعد تق میزنن روش. و این درست میگه ها، اگر شما محکم بزنید تو خرد میشه، اگر یواش بزنید نمیشه، تق میزنید روش، که معمولا یا 2 قسمت میشه یا 4 قسمت میشه. و بعد مشخصه ای که این ذکر میکنه و ما ایرانی هیچ وقت توجه نداریم اینه که میگه گز رو نمیشه با کارت بریدش، نمیتونید ببرید، نمیتونیم بکشیدش که نصف بشه، فقط باید بذارید اونجا. و میگه ایرانی ها میدونن چطوری تقلوش میزنن و این خورد میشه. حالا بگذاریم از این حرف. فردریک خیلی کنجکاو بوده که این بالاخره چیه، هر کی میپرسه کسی جواب درست بشه میده. به این نگاه نکنیم که حالا میرسیم به یک به فضل الله حمیدانی، حالا بعضی ها میدونستن ولی اصولا عامه مردم نمیدونستن که این تولید جانور هستش. این خیلی کنجکاو میشه و بلند میشه میره به خونسار در سر راهش که میخواسته بره به هند، یک روز اونجا صرف میکنه. و من گزارش رو در اینجا مخصوصا یک کمی مفصل در 4 5 تا اسلاید با هم میخونیم که ببینید که این دیگه دست اوله. و من از اینترلایبرری لون توانستم خود گزارش رو بگیرم. پس کنم ببینم میتونم بله. در ایران این ترجمه کلمه به کلمه است، هیچی از خودم اضافه و کم نکردم. در ایران غالبا با نوعی شیرینی پذیرایی می شود که یکی از ترکیبات اصلی آن ماده سفید و شیرین و سمغ مانندی به نام گزنگبیل است که همراه با گلاب و آرد و مغز پسته به صورت قرص شیرینی به قطر تقریبا 3 اینچ و ضخامت کمتر از نیم اینچ ساخته می شود. باز عرض می کنم گز آردی رو داره میگه. طعم مطبوع و راز ناشناخته تولید این ماده، این ماده کنجکاوی مرا برانگیخت تا دریابم که آیا گزنگبیل منشأ گیاهی دارد یا حیوان.
در سفر به ایران یک روز در شهر خونسار توقف کردیم. شهر زیبا با حال و هوای عشقانگیز و سرشار از مناظر طبیعی بود. به راستی هم اینطوره. خیلی این دامنه ها سرسبز و باصفا هستند. از اهالی شنیدم که آن منطقه از جهت تولید گزنگبین اشتهار دارد و نیز اینکه گزنگبین توسط حشره کوچکی شبیه شپشک تولید می شود. ببینید این اون موقع گفته شپشک. حالا امروز در کتاب های حشره شناسی ما در دانشگاه بعد از دوغن هنوز حشره مولد گز رو ما در زمره شپشک های گیاهی جهنده طبقه بندی می کنیم. یعنی اون درست فردریک با وجود یه افسر بود اینو درست تشخیص داده. با اینکه هنوز در گزارش فردریک هستیم تا بعد. با اینکه اصفهان فقط 100 مایل با خونسار فاصله دارد و کاروان های تجاری مرتبا بین این دو شهر رفت و آمد می کنند و هر ساله زائران بسیار از اصفهان در راه رفتن به نجف و کربلا از منطقه خونسار می گذرند، معهازا اهالی اصفهان عموما از کم و کیف تولید گزنگبین بیخبر بودند. مکرر این گفته بی اساس و افسانه ای را از آنان شنیدم که در فصل پاییز که از همچون قطرات شبنم از آسمان بر روی گیاه فرود می آید. طبیعی است متأثر از همون آیات تورات و قرآن بودن و اون باور رو داشتن. قبل از طلوع من بعد جابجا کنم قبل از طلوع آفتاب از شهر خارج شدیم و در دامنه ها رویاروی کوه ها در میان بوته ها به جستجوی گز پرداختیم. یافتن گز بدون بررسی دقیق بوته ها از نزدیک امکان پذیر نبود. یعنی باید ببینید که اون ریزه ریزه ها حالا نشون میدم بیشتر اونجا هست با چه چیزی باید ببینید. به چند نفری که به عنوان خدمه و بلد با ما بودن کاملا اعتماد داشتیم و میدونستیم که دو تن از آنان کارشان گستکانی بوده و با شکل و ظاهر گزنگبین به خوبی آشنا هستند. معاذا پس از چند ساعت داشتیم اعتمادمان را به آنها از دست میدادیم. بلد ما که مورد احترام سایرین بود سخت کلافه شده بود. او به سر شاه قسم میخورد که به چشم خود گزنگبین را روی گیاه دیده است. واقعا خجالت میکشید که شاید این انگلیسیه باور نکنه اصلا گزنگبینی وجود داره. قسم به سر شاه هم که میدونید اصلا قسم به سر یعنی قسم به بدن دیگه، چون در همه موارد زیادی ما میدونید در بیولوژی و اقتصاد همه جا سر برابری با بدن میکنه. مثلا میگن اینکام پر کپیتا یا درآمد سرانه، سرانه که نمیشمارن، آدما رو میشمارن، ولی سر نماینده بدن که که اون میگفته من دیدم اینو و این میخواسته خیلی کلافه شده بوده. حالا بالاخره پس از ساعتها یکی دو نفر از همراهان توانستند با چوب زدن به سرشاخه ها مقدار گزنگبین در وسیله مخصوص چرمی که در زیر بوته ها قرار میدادن جمع کنند. در عرض چند دقیقه به قدر یک مشت پر ماده سفید و چسبنده و بسیار شیرین گزنگبین جمع آوری کردیم. روی سرشاخه های جوان تکه های گز همانند ریزه های نخ. اگر میخواین تصور درست داشته باشید نخ قرقره رو در نظر بگیرید. نخ نازک قرقره به رنگ سفید به طول مثلا 1 میلیمتر 2 میلیمتر. حالا من دیدم که آخه چون این از انتهای بدن خارج میشه بند 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 خارج میشه، من تا 3 میلیمتر هم دیدم، ولی معمولا 0.5 میلیمتر 1 میلیمتر 2 میلیمتر این حدودا تیکه تیکه دفت میشه. که البته من گفتم دفت نباید بگم، من بعد اعتراف کنم یا الان دهانم پرید. یه مرتبه من در گزارش به سازمان دقیق شوازیم شدم که حشره گزنگبین رو دفت میکنند، ایراد گرفتن که دفت کنتیشن دیگه ای داری، بعد بگی تولید میکنند، این رو باید تولید حشره دانست. جمع‌آوری کردید. روی سرشاخه های جوان تکه های گز همانند ریزه های نخ با تعداد بیشمار حشرات کوچک دیده میشد. اهالی خونسار بر این عقیده بودند که این ماده عجیب توسط این موجودات بسیار کوچک تولید می شود. ببین در خونسار می دونن ولی تو اصفهان نمی دونن. من حالا فردریک داره میگه نتیجه گیری، من خود با نظر اهالی موافقم و بدون تردید گز را تولید حیوانی می دانم. این آخرین جمله چی کنه که It is an animal product. خب اینو من یکی از همون عکسایی که گرفتم اونجا این گستکان ها رو نشون میده. توجه به این شخصی که روبرو قدش از همه بلندتر پیرنج سفیده در نظر بگیرید، اون رو
در دست راستش یه چیزی شبیه به راکت تنیسه. این راکت تنیس رو میزنه روی خیلی آرام میزنه روی اون شاخه ها. بعد در سمت چپش یه چیزی هست، اون پوست چرمه، یعنی چیز چرمی داره که خب گوده، یعنی دورش مساحتش بیش از اون قاب هست، بنابراین گودی داره اونجا. اونو میگیره زیر شاخه، اونو میزنه روش و میرزه اون تو. چی میرزه؟ برگ و خاشاک و خود حشره، تا بخواین خود حشره این اونجا میرزه و بعد این رو با علکی که در سمت راستش آویزون کرده علک میکنه. از زیر علک یک ظرف میگذارن که این به اصطلاح خس و خاشاک و این چیزایی روی علک ریز بمونه و اون از زیر در بره. به اینا میگم، به این چیزی که شکل راکت هست میگن کم. حالا در اسلاید بعدی بیارم بهتر. یه نکته دوستان بگم، از بغل این موضوع آسان رد نشید. این خیلی برای من شگفت انگیز بوده، همیشه شگفت انگیز بوده. رشیدالدین فضلالله همدانی در حدود 750 سال پیش بوده، در آثار و احیا من فوتوکپیش گرفتم اینجا، ضمن بحث درباره شرایط زمین نمناک و رطوبت هوا و بخورات گیاهان، یعنی سه سورسی که ایجاد رطوبت میکنن، یا زمین نمناکه، یا هیومیدیتی هوا زیاده، یا بخورات گیاهان، یعنی گیاهان از خودشون یک بخوراتی، اکسیاتی، گازهای چیز رو ساطع میکنن. می نویسه، ببینید 750 سال پیش چی می نویسه، که در چنین مواضع، یعنی محلهایی که رطوبت بالاست، انواع پشه و حیوانات کوچک سیاه بر درخت بازدید می آید و از آن حیوانات شیرینی که آن را گزنگبین می گویند به امثال آن بازدید آید، و هرچند نزد بعضی مردم که از این احوال غافل باشند پندارند که البته این فارسی اون موقع است، که از این احوال غافل باشند پندارند که گزنگبین که در بیدستان ها می باشد از نم هواست، لیکن غلط است، زیرا که از آن حیوانات کوچک سیاه است که بر درخت باشد. ببینید به طور مشخص میگه که این تولید جانوران کوچکی است، این حشرات سیاه هستند. 750 سال قبل این حرف رو میزنه. خب این حشره مولد گزه، من برای دوستان باید یه مطلبی رو بگم. حشره چهار مرحله داره. حالا ممکنه اتفاقا یه حشره هستن شاید که یکی از این مسئله اسکیپ میکنن، یعنی سه مرحله دارن، ولی به طور کلی هر حشره چهار مرحله داره. یکی تخمه، تخم ریزی میکنه، تخم خیلی ریز که به چشم هم نمیاد. این تخم تبدیل میشه به لارو. اینه که میبینید لارو واژه فارسی برای اون پور است. در امریکا بعضی اوقات بهش میگن کاترپیلار، این که بولدوزرهای خیلی بزرگ و مشکلات سنگین رو گفتن کاترپیلار، یعنی تو مزرعه میره به تنز به اصطلاح لاروه، چون لارو میگن کاترپلار، ولی نام کتابیش لاروه. این لارو اون حشره است، توجه کنید. نوشتم سن اول، سن چون لارو پوست میندازه سن به سن میره جلو، به این اول تخمه، بعد لاروه، هنوز که لاروه سن اوله، بعد از سن اول میشه سن دوم. سن اول بال نداره، سن دوم بال داره. حالا ممکنه سن سوم داشته باشه یا نداشته باشه، در سن آخر گزنگبین تولید میکنه. دوستان حشره کامل گزنگبین تولید نمیکنه، لارو تولید میکنه. حالا اندازه لارو رو میگم که بیشتر حیرت میکنیم که چطور موجود به این ریزی چیزی تولید میکنه که ما یکی از خوشمزه ترین یا سنتی ترین شیرینی های کشورمون رو با اون بسازیم. این لاروه. خب بعد میشه حشره کامل. برای اینکه دوستان بدونن مرحله سوم چیه، کرم ابریشم رو در نظر بگیرید. رو برگ توت اول تخم میریزه، اون کرمه همین لاروه، بعد میره توی پیله ابریشم. در پیله ابریشم، خود پیله ابریشم حالت شفیرگیه، بعد سوراخ میکنه و میاد بیرون، پروانه میپره. منتها برای صنعت ابریشم نمیذارن این اتفاق بیفته، پیله ها رو در آب گرم میدین، در آب جوش اون پشه توش میکشن و بعد اون ابریشم استفاده میکنن، چون اگر صبر بکنن تا
شفیره یا اونی که توی پیله هست سوراخ بکنه بیاد بیرون، اون الیاف رو صدمه زده بهش. حالا برمیگردیم باز به همین که چهار مرحله داره. این مرحله لارو، بعد از تخم لارو یا مشخصات چی میخونیم؟ حشره مولد گرد از جنس، ببین ما در امریکا میگن سیلا. سیلا یه آفتی هست، اتفاقا در درخت گلابی خیلی معروفه، این خیلی آفت مخربی است در درخت گلابی. در ایران پسیل گلابی خیلی معروفه، میگن پسیل گلابی. این در ایران همه با پ میگن، مثل همون سایکولوژی و پسیکولوژی که در ایران خیلی ها پشو میگن، در اینجا میگن سیلا. یعنی از حشره، از جزء سیلاها هست. سیلا جینوس هست یا ژانر هست، نه گونه، جنس هست. حشره توجه کنید اندازشو 0.9 میلیمتر، حالا فرض کنید، فرض کنید حالا 1 میلیمتر، 1 میلیمتر در 2.5 میلیمتر حشره کامله. پوره های جوان طولشون 1/4 میلیمتره. حشره کامل با بال باز از این نوک بال تا اون نوک بال 2 میلیمتره. من میخوام توجه بفرمایید به کوچکی این حشره و اینکه ما که میریم گز میخریم و بعد من توی نمیدونم اون دیگ بزرگ دارن گزنگبین رو نمیدونم خالصش میکنن و خلیزش میکنن، ببینید که از کجا به وجود آمده، چه موجود کوچکی رو تولید میکنه. حشره بالدار و جهندست که اونو میدونیم، حشره زمستان را غیر فعال میگذراند، اصلی این خس و خاشاک از میگذرونه، اواخر اردیبهشت در یک ردیف تخمریزی میکنند. برای اونایی که خب توی این رشته شاید نباشن شاید تعجب بکنن چه نوشیم یک ردیف. دکتر بسیار جالب، اولین باری که بهش برخورد کردم برام خیلی جالب بود در حشره شناسی، این که حشرات چگونه تخمریزی میکنن صفت ارثی اونهاست. مثلا استاد میگه این حشره تو جزوهش نوشته این حشره در دو ردیف تخمریزی میکنن، یعنی دو تا دو تا دو تا دو تا دو تا میره همیشه. این حشره یکی یکی، این حشره کپه 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 بزرگ، این حشره کپای کوچیک 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 کوچیک. این هر نوع حشره تخمریزیش خاص خودش است. این حشره در یک ردیف تخمریزی میکنن، بخش های حاوی تخم لوله میشوند. این اخیرا یعنی چند ده سال اخیر کشاورزان یاد گرفتن وقتی که این برگ این درخچه خیلی کوچیکه، برگ کوچیک 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 جفت 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 هست به هم روبروی هم دیگه هستن، اگر حشره اونجا فعالیتی داشته باشه به اصطلاح گزی تولید کرده باشه، این برگا یک کمی شروع کردن به لوله شدن. یعنی نشانه فعالیت حشره، نشانه که اصلا حشره در اونجا هست، در اونجا هست، این لوله شدن برگا. و کشاورزان میدونن وقتی این برگا در لوله میشن امسال محصول گز گزنگی بیشتر از وقت دیگه است، میدونن که حشره داره فعالیت میکنه. این حشره مولده که اساس ظاهرا خیلی همچین بزرگ و رشید هست، ولی دیدیم که اندازش هم به این شکل، به این عکس نباید نگاه کنید، اندازش هست تقریبا 1 میلیمتر در 2.5 میلیمتر، این همین حدود حالی کم یا بیش. این حشره کامل است. من خودم زیر میکروسکوپ دیدم که اون لار داره تولید میکنه، یعنی داره ازش خارج میشه اون ذرات ریز مثل نخ قرقره که حرف کردم. حشره مولد گز 30 تا 40 روز بعد از تخمریزی پوره ها ظاهر میشه، دوران پورگی سن اول و سن دوم اینها 30-40 روز طول میکشه. همزمان حشرات زمستان گذران از بین میروند، اونایی که از پارسال بودن، زیرا حشره یک نسل در سال دارد. این که باز از صفت ارثی حشرات هست، این تصادفیان یک حشره ممکنه 4 نسل در سال داشته باشه یا فقط یک نسل داشته باشه، همیشه اونجور هست، یک نسل در سال داره. پوره های جوان بر روی سرشاخه های جوان پراکنده می شوند که میدونید از پوره های سنین آخر، حالا یا سن 2 یا سن 3، گزنگبین به صورت رشته بند بند خارج. اگر مثلا ما یه رشته کوچکی مثلا حالا دفعه شانس بریم مثلا 3 میلیمتر 4 میلیمتر اگر باشه، میبینیم که بند بنده، چون هر حرکت خروج این ماده بند بند نشون میده. در اوائل مهر پوره های بالدار به حشرات بالا رفتن، موقع گستکانی تقریبا، حالا نمیده نوشتم یا نه، تقریبا همون از آخر شهریور شروع میشه و مهر، بعد قبل از اینکه باد و باران اینها باشه این کار کرد. در گذشته ها که خیلی بوده گزنگی خیلی فراوان بوده، معمولا
سه چهار پنج بار دستکانی میکردن. حالا این روزا گمان نمیکنم. دستکانی با همان روش برداشت سنتی در زمان فردریک هست، هر نفر یک الک که دیدید به سمت راست آویزان کرد یا به زبان محلی کم و یک سیله، سیله اون چیز چرمی است که گود بود، روی هم کم و سیله یا کم سیله. خود کشاورز اونجا مثلا میگه کم سیله همراه میشه، کم سیلت من بدی، این دو تا رو با هم میگن. سیله از پوست دباغ شده یا چرم درست شده که در روی قاب چوبی کوچکتر از خود جای گرفته است و دسته هم دارد. عربه، عربه کودی یا عربه کوبی هم یک چوب دستی هستش در اونجا هستش. من اشتباه گفتم، بعد عربه کوبی اون راکت هست، اون کم وسیله یعنی اون چیز گوده و اون علک زیرش، همچنین اونجا نوشتم علک رو میگن کم و اون چیز چرمی گوده رو میگن سیله، میشه کم سیله. عربه کوبی کودی یا عربه کوبی اون چوب دستی شکل راکته هست. این هم یه این هم باز همه عکس خواستم یادآوری کرده باشم که این عربه کوبیه، این سمت اینجا این دست راست، این هم که سیله و علک هم بهش آویزون هست. بعد باز ادامه میدیم. شخص گستکان با یک دست سیله را در زیر سایه انداز درخچه قرار میدهد و با دست دیگر عربه کودی را آرام برای شاخه میکوبد و رشته های نازک و کوتاه گزنگبین را در سیله جمع آوری میکند و محتویات آن را از کم یا علک که به کمر خود بسته میگذراند و گزنگبین را که در حد امکان از حشره و ذرات گیاهی جدا و در پارچه زیر علک جمع گردیده در ظرف دیگری میریزد. این هستش، ببینید این چوب همون عربه کوبی هست، داره میزنه روش، این هم سیله گرفته زیرش، غالبا توی این سیله مقداری گزنگبین اینها جمع میشه. البته در عمل این سفید که من میگم بلافاصله اکسیده میشه و تیره رنگ هست و آمیخته با حشرات و چیزهای کثیف هست، به طوری که وقتی شما مثلا یه تیکش رو، من برای یه نفر استاد در ایالت ایندیانا مقاله من خونده بود و میخواست که حتما داشته باشه، با چه زحمتی همسر من در اصفهان رفت و خرید براش فرستادیم، یه چیزی مثلا فرض کنیم مثل یه قالب صابون، مثل کلوخ اینجوری به رنگ قهوه‌ای کثیف، یعنی اونو بعد شما در آب بذارید حل بشه، رسوب یعنی اون قندش در آب حل بشه و بعد اون کثیفی روش رو بگیرین و کاری که گستازها در گستازی انجام میدن. استکانی از نیمه در نیمه شهریور در دامنه ها شروع و تا نیمه مهر در ارتفاعات ادامه پیدا میکنه، چون ارتفاعات همیشه سردترن، همیشه پس عقبتره دیگه، چه از لحاظ حشره چه از لحاظ گیاه. برداشت اول آمیخته با گرد و خاک است، باد و باران هنگام بهره برداری از میزان تولید و کیفیت میکاهد، تولید گز در ارتفاعات به علت پایین بودن جمعیت حشره کمتره، چون این حشره بلند پرواز نیست. یکی از پیشنهاداتی که ما کردیم و شاید هم بعضی انجام شده باشن در توصیه های ما بود این بود که وقتی شما این میزنی میکوبی بعد که علک میکنید اینها، یه مقدار زیادی حشره اونجاست، حشره یا لار اونجا هست، اینو ببرید در ارتفاعات پخش کنید. این کار مفیدی هستش که چون این حشره خودش به ارتفاعات اونقدر بلند پرواز نیست که برسه، این موثر هست در اینکه جمعیت حشره یا لار رو در ارتفاعات بیشتر بکنه. در گذشته بوته ها 3-4 بار تکانده می شدن. باز در گذشته از یک درخت گاهی تا 20 گرم و بیشتر گز به دست می آورد، ولی اکنون اصلا از دهان درخت هم همچین چیزی به دست نمی آید. انبورداری، من اینجا برای من جالب بوده که تو لندروبه که بودی یک روستایی عقب لندروبه نشسته بود با همون لحجه اصفهانی اینها، گفتش که آقا دکتر فلان این شما عسل خوردی تازگی ها؟ گفتم منظور چیه؟ گفت این عسل هایی که تو با اون لحظه شیرین، من اسم اینجا نوشتم، بی سواده بی سواده که شما عبالفت نوروزی و حتی من نامشو در دانشنامه ایرانی پا و همه مقالات میارم، گفتش که وقتی عسل این روزا ما میخوریم، عسله اون ته تحکام، اون ته گلو، مثل این که به اون لحظه خودش مزه گز میده. گفتم یعنی چی؟ گفت این کار زنبوراست، این زنبورا میان از اینا میخورن. و بعد که تحقیق کردیم کاملا متوجه شدیم که بله، چون یه خوردن بی حساب شده اون زمان ها، میدونی که بعد از انقلاب زیاد حساب کتابی نداشت. زیادی من اینجا جا به جا بکنم اینو، بله ببینید این تاریخش هست 1360، یعنی 2 سال بعد از اون
عکسایی که من گرفتم تحقیق کردیم این برنامه، بعد معلوم شد بله بی حساب اونجا کندوهای های زنبورداری هست. و شما میدونید دوستان که زنبور به طور ایدئالی از شهد و نکتار گیاهان، گلها یعنی، تغذیه میکنه، ولی اگر شهد نباشه زنبور از شکر تغذیه میکنه. الان امروز خیلی میگن در ایران جایی که میگن این عسل شکریه، بعضی ها خیال میکنن عسل شکریه یعنی مثلا این عسل رو تو شکر میکنن، نه، عسل شکریه یعنی زنبورش از شکر تغذیه کرده. هیچ دیگه دشت و دمن و صحرا و باغ لازم نیست، شما در یه جای بسته ای کندوهای زنبور عسل فراوان فراوان در یه محل بسته ایجاد میکنیم و بعدم تغذیهشون از شکر خواهد. بنابراین اگر چیزی گیر زنبور نیاد از شهد و شکر استفاده میکنه، از جمله از این گزنگی استفاده میکنه. و بعدم رفتیم دیدیم که بعد این زنبورداری ها اینجوری هن استفاده میکنن و دیگه قرارشو قروق بکنن، ولی حالا یکی از چیزهاییست که اصلا به چیزی که نمیپردازن به این چیز هاست. در شهریور مهر که درخشه از فاقد گل شهد است، فعالیت زنبور عسل روی گیاه مشاهده شده. در نبود شهر هم گفتیم که زنبور عسل از مواد قندی تغذیه میکنه. این بومشناسیش یه خواهر اینکه قندی میشه، شاید هم لازم نباشه زیاد بگیم، ولی حالا گزنگبین منحصرن، این منحصرن که من قرمز کردم منحصرنه، در هیچ جای دنیا این فعالیت مشترک یا دوگانه این حشره و این گیاه وجود نداره. شبیه به این گیاه در ارمنستان یا جاهای دیگه نه، کاملا شبیهش وجود داره ولی این حشره نیست. و این حشره رو من ندیدم در جای دیگری پرورش داده باشن، یا مثلا این حشره آفت یک محصول جایی باشه. این همزیستی این دو تا با هم فقط و فقط در جهان، در همین دامنه های کوهپایه و در دامنه های نزدیک خونسار و نزدیک گلپایگان وجود داره. گون گزی در آبراهای شیبای شمالی، خب معنیش معلومه چون شیبای شمالی خنک‌تر هستن اولا و در زمستان پوشیده از برف هستن، دوم میگیم آبراهه ها یعنی اونجایی که آبدوی پیدا میشه، یعنی آب جریان پیدا میکنه و گلولای میشوری میاد پایین، در اونجا بیشتر هست برای اینکه خب ریشهش بیشتر به آب برسه. درخچه گز با ریشه قوی و عمیق و تاج گسترده و مقاوم به سرما و کمابی، گونه مناسبی هست که جلوی این آبدوی ها رو بگیره. این گیاه بذر فراوان میدهد و خود به خود به وسیله بذر تکثیر، هیچ کس تا به حال این رو نکاشته، خود این بذری که ازش میریزه زیرش خب گیاهان جدید بگیره. من البته بذر گرفتم بردم در محوطه دانشگاه، در اون پایین دانشگاه، برای منظور مطالعه کاشتم. وقتی هم اومدم هنوز امریکا بود اونجا، مثلا یه 4 سالی از کشش میگذشت و این وقتی حتی یه وجه فقط ارتفاعش هست، ممکن ریشهش 1 متر باشه، ریشه خیلی عمیق داره، ولی هیچ کس تا به حال در مقام کشت و کار و پرورش این گیاه بر نیومده. در طبیعت وجود داره حشرش و خودش در طبیعت، تولیدش هم در طبیعت. بعد بی تردید قروق و حفظ مناطق گسیل سبب میشه که بیشتر حفظ بشه. حواس فیزیکوشیمیاییش این که عرض میکنم این همکاران ما بودن در دانشگاه داروسازی دانشگاه تهران، این نفر سوم شهید تنایی استاد من بودش در دانشکده. گز خونسار سفید است اما به دلیل آمیختگی با حشره و ذرات گیاهی زرد یا سبز به نظر میرسه، حتی قهوه‌ای سیاه بستگی داره چقدر آلوده باشه. آن را در آب میجوشانند و از ناخالصی ها جدا میکنند و به مصرف میرسانند. گز خونسار شکننده به حالت خوش و نرم و چسبنده و در شرایط گرم و عادی است. بد خوندم اینو. گز خونسار شکننده به حالت خشک و نرم و چسبنده در شرایط گرم و عادی است. عاری از بوگرد و ازوت و الکالیدا هالوژن، یعنی یه چیز خیلی پاکیزه و تمیزه. چی از این ازوت و بوگرد این حرفا رو نداره. بیش از 40% فروکتوزه. فروکتوز برای دوستانی که در رشته نباشن عرض میکنم، فروکتوز این فروش مخفف فروته. به فروکتوز در کتاب میگن قند میوه و فرقش با این تیبل شوگر یعنی با این شکری که ما میخوریم تو چای قهوه میریزیم، فرقش اینه که این پسویش در بدن انسان با پسوی گلوکوز فرق داره، یعنی بیمار قند میتونه این رو بخوره. بیمار البته خب خیلی گرانه نیستش، اگرم باشه خیلی مثلا مقدارش کم 40% بیشتر اون تو نیست، به هر صورت عملا کاری نمیشه کرد. ولی اینکه میگن بیمار قند توت خشک میخوره یا میگن از این بخوره، برای اینکه فروکتوز پسویش در بدن انسان با پسوی شکر معمولی فرق میکنه، ولی منبع غنی هستش.
فروکتوز به مراتب شیرین‌تر از شکر معمولی است. توی کتاب میگه 200 برابر شیرین‌تره. من نمی‌دونم یعنی چی. فروکتوز کنتر از قند معمولی جذب به بدن میشه و همین دیگه. از توجهی که فرمودید صمیمانه سپاسگزارم. خانم دکتر، یک ساعت نشد. سر وقت. خیلی ممنون، تشکر کنم، خیلی 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 آموزنده بود، مرسی، ممنونم. ولی آقای دکتر، من گاز بعد میترسم گاز بخورم، برای که حشره ها ممکن توش باشه. نه، امکان نداره باشه، برای اینکه اینا رو میریزن تو قابلمه یا تو دیگه بزرگ روش. اولا که این حشره هم میمیرن، ولی روش جمع برگا آشغالا هر چی هست جمع میکنن، اون چی که در ته اون دیگ میمونه شیرابه خالص گزنگبینه. حالا اگر تولید بشه، نه مطلقا امکان نداره هرگز. اصلا فکرش نکنید، تا به حال تاریخ نشون نداده که این حشره همراه گزنگبین در توی گزفروشی راه پیدا کنه. داشتین یک کار میکردین که دیگه گز نخوریم. آره ای بابا، باز شما که هنوز از این فکر دست بر نمیدارید. نه، الان شما گفتین دیگه خوب شد، درست شد. اگر گز درست حسابی گیرمون بیاد میخوریم، ولی به قول شما تمام گزهایی که ما میاریم از ایران لابد توش گز واقعی نیست. نه، حتما نیست. حتماً. اگر کسی در اصفهان زندگی بکنه، حالا مثلا مسئول یه قسمتی باشه، استاندار باشه، رئیس چیزی باشه، اینا بله میتونه بگه که یه 10%، 5% یا 20% از خیلی خیلی منت سرش بذارن، بگن که از شیرینیش مثلا در 20% از گزنگبین، بقیهش از شکره، ولی در عمل نیست.